به نام خدا، محسن صادقبگی هستم از IR سویفت. در این قسمت از آموزش همون میخوام ساخت اولین برنامه از IOS رو خدمتون آموزش بدم. تو این قسمت سعی میکنم یه سری از مباحث و موارد برنامه‌نویسی IOS رو برای ساخت اولین اپلیکیشن پوشش بدم تا با معماری ساخت برنامه اپلیکیشن های IOS بیشتر آشنا بشید. خب مستقیم میدیم سر ساخت و نوشتن برنامه. Xcode رو باز کنید. از قسمت Create a New Xcode Project یه پروژه جدید بسازید. از قسمت IOS Single View Application رو انتخاب میکنیم و Next رو میزنیم. اسم برنامه رو میزنیم First App. بقیه موارد Language Swift, Device Universal, Team Organization Name هر آن چیزی که خودتون در نظر دارید رو بزنید. Next رو میزنیم. برنامه رو من تو دسکتاپ سیوش میکنم. از این قسمت اپلیکیشنی که میخوام ابزاری که میخوام برنامه ران بشه رو انتخاب میکنم. میدم به قسمت مین استوریبورد. خب اینجا امری که مشاهده میکنید مین استوریبورد داریم. برنامه های IOS و آبجکت هایی که در این قسمت وجود دارن توی مین استوریبورد در واقع جاگذاری میشن و دست آخر یو آی برنامه تون اینجا ساخته میشه. منظور از یو آی همون یوزر اینترفیس هست، یعنی همون ظاهر برنامه تون. خب برای این دکمه زرد رنگ یا ویو کنترلر کلیک میکنیم. از این قسمت داکیومنت آوتلاین ویو رو انتخاب میکنیم. من اینجا میخوام بکگراند تصویرمونو و ویومونو تغییر بدم، مثلا این رنگش کنم. کد رنگش هست 76D3FF اگر میخواید همین رنگ استفاده کنید. خب یه لیبل اینجا سرچ کنیم، میزنمش این وسط، سایزش رو بزرگ میکنم. از این خطوط آبی رنگ Xcode استفاده کنید تا بتونید در واقع آبجکت هاتون رو جای مناسبی بذارید. مثلا اگه میخواید این گوشه بذارید، دوباره این خطوط آبی رنگ میاد کمکتون میکنه، یا این گوشه فرق نمیکنه. اینو وسط پینش میکنم. در واقع هر وقت میگیم پین، منظور اینه که ستش میکنیم. حالا البته پین کردن یه سری در واقع دستورهای دیگه ای داره، حالا از اونها استفاده خواهیم کرد. منظور از پین کردن، منظور این که مثلا تو جاش ستش میکنیم. خب من فونت اینو تغییر میدم، از فونت سیستم اپل استفاده نمی کنم. فقط اینجا میخوام بهتون آموزش بدم که طریقه عوض کردن فونت این لیبل به چه صورت خواهد. از قسمت Attributes Inspector تو قسمت لیبل اینجا یه گزینه هست به نام فونت. برای این تی کلیک کنید، از قسمت فونت گزینه کاستوم رو انتخاب کنید. از منویی که باز میشه، یعنی تو این قسمت پایینش فامیلی، من فونت اوینیر یا اوینیر نکس رو انتخاب میکنم. سایزش هم میارم روی 20 یا 21. اوکی. از قسمت لاینز اینو صفرش میکنم. دلیلش هم اینه که نمیخوام، چون متنام احتمالاً طولانی خواهد بود، نمیخوام در واقع نوشتم روی خط محدود بشه. صفرش میکنم که هر چند تا خط بود بیاد اینجا و زیر هم مثل پاراگراف نشون داده بشه. خب تکس کالر رو هم از منوی کرکره‌ای به رنگ سفید در میارم. خب الان این مشاهده بفرمایید، این لیبل من به ظاهر وسطه. اوکی. وقتی من روی این قسمت بر روی اورینتیشنش لندسکیپش بکنم، میبینی که این لیبل پرت میشه میاد بیرون. خب برای این کار مجبورم که در واقع واسه این که این پرت نشه بیرون، میام اینو مقیدش میکنم. از منوی کانستریت در واقع گزینه‌هایی که میخوام اینو مقید کنم و استفاده میکنم. ببینید این بستگی به شما داره که میخواید برنامه، یعنی بستگی به یو آی برنامه شما داره که میخواید قیدهایی که بذارید به چه صورت هستش. خب ببینید من چون میخوام برنامه رو دائما پورت گرمولی استفاده کنم، زیاد نیازی ندارم که طول و عرض این کنترل یا آبجکت لیبل رو
آزاد بذارم که در واقع موقع اورینتیشن یا مثلا موقعی که اورینتیشنش به لندسکپ یا پورتری تغییر پیدا کنه محدودیت ایجاد نشه. خب من میخوام محدودش کنم که این طول عرض رو بتونم حفظش کنم. اوکی، واسه این کار میام طول عرضش رو ثابت میکنم، یعنی تو هر حالت اینه که طول عرضش ثابت میمونه و از یه سمتی هم بهش در واقع سایز میدم. مثلا میام از بالا هم همین 225 تا فاصله داشته باشه. دکمه اتیدی کانسترینت رو میزنم، از قسمت الاینمنت اینو محدود میکنم که در واقع وسط صفم باشه. اوکی، حالا من توی حالتهای مختلف، البته چون اون بالا از 255 ستش کرده بودم، این مسلماً خب 255 رو میخواد ثابت نگه داره دیگه. اوکی، فقط به خاطر اینکه میخوام تصویر و پورتری حفظش کنم اینو در واقع از بالا گذاشتم. ببین الان تو حالت مختلف، مثلا تو صفحه تبلت و اینا هم همین سایز رو دارم، اون 255 ثابت خواهد بود. خب واسه اینکه در واقع اون 255 هم بخوام از بین ببرم و مثلا تو حالت لندسکیپ هم این وضعیت رو نداشته باشه، میتونم 255 رو حذفش کنم، روی لیبل کلیک کنم و قسمت الاینمنت روی قسمت ورتیکال هم کلیک کنم که بیاد به این صورت در بیاد. هر وقت این خطوط هم زرد رنگ بشه با این گزینه آپدیت اینو در واقع به جاش انتقال میدم. الان ببینید تو هر وضعیتی، یعنی وسط. خب این الان حالت عمودیش میکنم. اوکی، پس این فونت عوض کردم و اتفاقات دیگه. اینجا یه دونه UI image برای نشون دادن عکس‌ها تو برنامه‌تون از این آبجکت استفاده می‌کنید. ایمیج ویو، من سایز اینو تغییرش میدم، مثلا همین هولوهاش خوبه، میخوام لوگوی برنامه رو اضافه کنم بهش. از قسمت سایز اینسپکتور ببین الان میتونید سایز کنترلرتون یا آبجکتتون رو ببینید. ببین الان طولش انقدره، ارتفاعش انقدره. خب حالا همین اندازه رو نگهش میدارم. خب حالا عکسی که میخوام بهش اضافه شه چیه؟ برای گزینه assets کلیک میکنم. اینجا عکس ها و اون مواردی که اضافه است به برنامه معمولا عکس هاست دیگه، مثلا عکس ها و آیکون و این در واقع تشکیلاتی که میخواد به برنامه اضافه کنید و از این پوشه باید اضافه کنید. من اینجا لوگو برنامه رو اضافه میکنم، میارم تو این قسمت، نه تو این قسمت، تو این قسمت میذارم. اینجا خودش لیست میکنه. ببین فلسفه 1x و 2x و 3x چیه؟ شما وقتی که عکستون در واقع توی کیفیت مختلف باشه اینجا نمایش داده میشه. ببین ابزارهای آیفون رزولوشن تصویرشون تو سه قسمت تشکیل میشه، یعنی ابزارهای 4 اینچی و پایین تر ببخشید 4 اینچی و پایین تر 4 اینچی و 5 اینچی، 5 اینچی و بالاتر. اون 5 اینچی بالاتر دیگه میرسه به سمت تبلت ها و اینا. شما واسه اینکه اپلیکیشن تو واسه طیف گسترده ابزارها باشه، بعد این تصویرها رو سه تا کیفیت مختلف تنظیم بکنید. بعد که اون سه تا رو اضافه میکنید به این قسمت، روی در واقع یه اسم فایل خواهید داشت که در واقع روی این سه تا ایجاد میشه. حالا اینا ان شاءالله تو برنامه بعدی خدمتتون عرض خواهیم کرد. فقط اینجا چون ساخت اولین برنامه است، من نمیخوام موارد رو پیچیده بکنم براتون. خب از قسمت اتریبیوتس اینسپکتور، در حالی که یو آی ویو تون انتخاب شده، از قسمت ایمیج IR Swift رو انتخاب بکنید. اوکی، حالا همونجور که میبینید، من زومش رو بیشتر بکنم، تصویرشون یه ذره کشیده است. خب از قسمت Content Mode میتونید در واقع چفتش کنید، تنظیمش کنید که عکس به چه صورت خواهد بود، یا Aspect Fillش کنید یا مثلا Centerش کنید که به این صورت خیلی بزرگ میشین رزولوشن اصلی برنامه است. Scale to Fitش کنید. Scale to Fit یعنی میگه طول عرضش رو به اندازه همین قابی که من ایجاد کردم درست کن. تو قسمت اسپیک فیت از هر جهت فیتش میکنه. اوکی، از هر جهت وقتی فیت میکنه سایزتون درست میشه. حالت اسپیک فیل هم از هر جهت ستش میکنه، ولی از چپ و راست و بالا پایین به برنامه در واقع عکستون رو به قابش ست میکنه. الان ظاهرا قسمت اسپیک فیت بهتره. بله دیگه، تمام لوگوی ما اینجا از همه حالت زیباتر دیده میشه. خب اینم از خب من مقیدش میکنم، دوباره همون بحث طول عرض و ارتفاع رو واسش انتخاب میکنم، از بالا هم میام که انقدر فاصله داشته باشه و وسط هم جاگذاریش میکنم. واسه اینکه تستش هم بکنیم میتونیم لندسکیپ و ابزارهای مختلف همینجا بزنیم ببینیم که به چه صورت درست.
اینم از اینم لوگوی برنامه، لیبل رو داریم، لوگو رو داریم، یه دکمه هم میخوام. برنامه اضافه کنم. خب سایزش رو تغییر میدم، میشه که مد نظرمه، از چپ و راست انقدر فاصله میذارم، میتونم بکشم بیاد قسمت صفر مارجینمون برسه، از بالا هم عرضش انقدر. میتونید تو قسمت سایزین فکتور الان چک بکنید که الان طول عرضتون چقدر. من ارتفاعش رو 50 میکنم، بعد عرضش هم که میشه عرضه در واقع تصویرمون، موارد دیگرش هم کاری ندارم فعلا. تو قسمت اتریبیوت اینسپکتور باتن یعنی اون لیبل دکمتون رو تغییر میدیم به next question. از قسمت فونت کاستوم رو انتخاب کنید، از منوی فامیلی اوینیم next. اوکی سایزش هم من به 20 تغییر میدم و تکست کالر رو سفیدش میکنم. اوکی یا شاید بهتره تکست کالر همجور بمونه یا مثلا مشکیش میکنم. اوکی میام کالر رو یعنی باتن و بکگراندش رو تغییر میدم به سفید، جوری زیباتره، خوشگل تر به نظر میاد. اوکی خب این 50 شاید یه ذره زیاد باشه، بتونم تغییرش بدم مثلا بکنمش 45. بله یه ذره بهتر شد، چاشم درست میکنم. اوکی شاید مثلا 42 هم خوب باشه. خب اینو مقیدش میکنیم. دوباره من تصمیم دارم که عرض و ارتفاعشو ثابت نگه دارم، از پایین فاصله 20 باشه و وسط صفحه باشه. هر وقت میدین قیداتون رنگاش اینا رنگای کانسلریت آبی بود و قرمز یا زرد نمو، بدونید که شما الان این دکمه یا اون آبجکتتون رو از هر طرف مقیدش کردید، یعنی هیچ نقطه شناوری نداره. مثلا اگه تصویر شما الان تغییر بدید جاش دیگه به هم نمیخوره. اوکی وقتی دیدی که قرمزه، اینو اکسکود تشخیص داده که شما به اندازه کافی قید نذاشتید که این آبجکت شما مقید باشه، یا وقتی که زرده یعنی که آبجکت هایی که گذاشتید تا الان اوکی، ولی در واقع اون آبجکت ببخشید قید هایی که گذاشتید تو الان اوکیه، ولی آبجکت شما الان سر جاش نیست با توجه به اون قید هایی که گذاشتید. بعد در حالت این دکمه آپدیت که بزنید قید میره سر جاش، بعد دوباره تشخیص میده که آیا قید ها درست هست یا نه، یا مثلا به اندازه هست یا نه. من یه جز بدین لیبل هم یه زده در واقع طولش رو اضافه کنم، 263 میکنمش 280 و مثلا 5 تا، یا مثلا 290، چون مقیده میده از هر دو طرف اضافه میشه، شاید مثلا تا 300 تا هم جا داشته باشه. اوکی خب الان در واقع اون چیزی که یو آی میگن اینه. الان مثلا یه یو آی ساختیم ما، یه تصویریه، برنامه ای که اولین برنامه همون هم هست. خب یه دکمه داره، یه لیبل داره و لوگوی برنامه رو اینجا اضافه کردیم، تصویرمون هم بک‌گراندش رو آبی کردیم. پروژه رو سیو می‌کنم. خب حالا به چه طریقی میشه این کنترلرها رو یا آبجکت ها رو به برنامه اضافه کرد؟ فرضاً من الان می‌خوام نکست کوئسشن هم یه عملیاتی انجام بده، یا مثلا لیبل هم توش یه نوشته بیاد دیگه. اینو از طریق در واقع امکاناتی که اکسکود در اختیار ما قرار میده و اون منطق برنامه‌نویسی iOS هستش، این کار رو انجام میده. حالا به چه صورت هست خدمتتون عرض می‌کنم. از این قسمت بالا اسیستنت ادیتور رو میزنید، همونجوری که میبینید تصویر ما دو قسمت تقسیم شد. من اینا رو مخفی میکنم که در واقع تصاویر ما قابل رویت باشه، جا داشته باشه. ببین هر آبجکتی دو تا عملیات داره، عملیات حالا من میام مشخصه یا عملیات فرق نمیکنه، دو تا مشخصه داره. یکی این که اون آبجکت شما چه عملیاتی انجام میده، یعنی اکشنش چیه، یا با توجه به اون در واقع آبجکت شما
ما میتونیم چه تغییراتی توش ایجاد بکنیم؟ ببین من الان اینو مثال بزنم خدمتتون مشخص میشه. این لیبل رو انتخاب کنید. الان میخوام یه مشخصه براش تعریف کنم. همینجوری که انتخاب شده، ببینید این گرید ها، یعنی مربعات که دورش میاد، یعنی انتخاب شده. دکمه کنترل رو بگیرید. در حالی که کلیک چپ موس رو نگه داشتید، یه خطی ظاهر میشه. ببینید الان نه کنترل رو ول کنید نه کلیک چپ. این خط ظاهر میشه. از طریق این خط شما میتونید ببین الان اون در واقع کپشنی که اونجا اومده و توضیح داره میده، نوشته این زد آوتلت اور آوتلت کالکشن. از طریق این در واقع خطی که اینجا ایجاد میشه، میتونید ارتباط بین استوری بورد و یا آبجکتتون رو به کدتون ایجاد بکنید. کلیک چپ موس رو رها کنید، یه پنجره باز میشه. تو قسمت کانکشن در واقع نوع ارتباط آبجکتتون با کدتون رو میگه، ازتون میخواد. شما میتونید حالت آوتلت کانکشن بذارید یا آوتلت بذارید. اوکی. لیبل ما اکشن نداره. خب اون در واقع آبجکت هایی که اکشن داره خودش مشخص میکنه توی منوی کلکده معلوم میشه. مثلا میزنه آی بی اکشن یا هرچی آوتلت. من اسم اینو این آبجکتی هم که اینجا نوشته، یعنی این الان اضافه شده به چه کلاسی؟ کلاس ویو کنترلرمون هستش اینجا. اسمشو میذارم question label. تو نامگذاری در واقع آبجکت ها دقت کنید. سعی کنید وقتی که دارید کانکشن ها یا نوعتون آوتلت یا اکشن تعریف که میکنید، با توجه به اون آوتلت یا اکشن بودنش اسم رو بذارید. یعنی الان مثلا کنترلر لیبل رو این تهش بزنید که مثلا مربی لیبل هسته. چون بعضا که برنامه شلوغ میشه، خیلی زیاد کد نویسی میشه، در واقع خیلی سخته ردیابی کردنش و حتی بعضی وقتا آوتلت ها، یعنی اینها قاطی میشه. یعنی فرض مثلا یه چند تا آوتلت دارید، نمیدونید که مال دکمه هست واسه مثلا لیست ویو، واسه تیبل ویو، واسه آوتلت، واسه ببخشید لیبل در چی هست و به این صورت. اینجا اگه دقت بکنید، ببینید من کوشن حرف اولش رو کوچیک نوشتم، حرف اونجایی که وارد کلمه دیگه شدم حرف اولش رو بزرگ نوشتم. این اصطلاح بهش میگن کمل کیس. نامگذاری کمل کیس خیلی 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 واجبه که توی برنامه‌نویسی iOS رعایتش بکنید. برای نامگذاری مقادیر، مخصوصا اون مقادیری که چند کلمه حساب میشن، حرف اول کلمه اول رو کوچیک تایپ کنید، از کلمات بعدی حرف اولاشون رو حتما بزرگ تایپ کنید. اوکی. تایپش هم UI label، استوریجش هم ویک. در خصوص این ویک و اینا هم در آینده حالا صحبت‌های خواهیم کرد. خیلی چیز واجبی نیست. شما زمانی که خود برنامه آوتلت رو می‌سازین اضافه می‌کنید. دکمه کانکت که می‌زنید، همونجوری که مشاهده می‌کنید یه عبارت کدی اضافه شده. این چی داره میگه؟ میگه شما یه لیبل تو برنامه‌تون دارید به این اسم، از نوع UI label هستش. اوکی. و وقتی من روی این دکمه سیاه میام که تو پر هستش، این لیبل رو نشون میده. میگه که این آوتلت واسه این لیبله. درست شد؟ این آوتلت الان واسه اینه. اگر یه موقعی بنویسید یا یه جایی تو کدتون دیدی که این دایره تو پر نیست، بدونید که این وصل نیست به، یعنی این کد شما وصل نیست به، یعنی احتمال داره من الان مثلا این آوتلت دستی بنویسم. خب من مثلا میتونم اینم دستی بنویسم، حالا روش دیگه ای واسه ایجاد آوتلت. UI label. اوکی. من یه آوتلتی ساخته شده. خب الان واردش نکردیم این دایره رو، یا مثلا هرچی من مثلا نیو لیبل میزنم اسمشو. خب دفتر ساخته شده، دایره بعضن اینجا میاد، دایره دوپوری نخواهد بود. خب دارید من برگردم به خود ساختار برنامه مون.
پس ما الان یه اوتلت ساختیم، یعنی مشخصاتی که با ساختن اوتلت تعریف میکنیم که در واقع نوشته هایی که میخوایم داخل این لیبلمون بریزیم از طریق این اوتلت و نام این اوتلت بهش دسترسی پیدا میکنیم. ببین شما نمیتونید فرضاً مثلا میخواید یه تکستی رو به این لیبل اضافه بکنید، نمیتونید بنویسید لیبل مثلا اینجوری بیا توش بنویسید، باید یه دونه مشخصه براش بسازید، بعد اینکه ساخته شد دیگه میتونید به اون مشخصات اون لیبل دسترسی داشته باشید. دیگه اینجا به هر جا شما کوشن لیبل ببینید یعنی که این لیبل. یه چیزی اینجا بهتون نشون بدم، ببینید این الان اسمش تغییر کرده به نام کوشن لیبل. اوکی، یعنی که الان این به این اضافه شد و این هم قید هایی که الان داره. تا اینجا من لیبلم رو معرفی کردم به کدم. خب حالا برنامه چی کار میخواد بکنه؟ برنامه میخواد یه سری اسامی رو با توجه به دکمه که شما فشار میدید، نیکس کوشن نیکس کوشن میکنید، یه سری سوال ها رو اینجا نمایان کنه. خب فرض کنید مثلا 10 تا 5 تا 11 تا سوال میخواد ایجاد بکنید، بعد اینکه هر بار نیکس کوشن رو میزنید این سوال تغییر کنه. خب این باید به چه صورت بشه؟ برای این کار من یه دونه آرایه اول میسازم، بعد سوال ها رو توش میریزم، بعد اینکه سوال ها رو ریختم معرفی میکنم که بعد از زدن دکمه این لیبل هر کدوم هم سوال ها رو نشون بده. خب یه معماری اینجا بهتون بگم، یه در واقع یه سیستمی که خودم به نظرم درست هسته. همیشه تو برنامه نویسیتون این اوتلت ها رو اول بذارید، هر جا اوتلت میسازید، مثلا واسه این میخواد یه اوتلت بسازید واسه این UI view، یو آی ایمیج ویو، یا واسه این دکمه میخواد یه اوتلت بسازید، همیشه اول برنامه بذارید که کاملا مجزا باشن و قابل ردیابی باشن و مقادیر بعدی که واسه برنامه میسازید و زیر این اوتلت ها بسازید. این چیزی که من به شما توصیه میکنم، خودم هم سعی میکنم، یعنی بیشتر وقت رعایتش میکنم. من یه دونه آرایه میسازم، اسمش رو میذارم question. اینجا میخوام چند تا سوال رو بریزم توش. یه مورد دیگه هم هست در خصوص ساختن مقادیر. هر جا که آرایه ای میسازید، یعنی چند تا مقداریه که یه جا در واقع به صورت اندیس داخل آرایه ریخته میشه، اسم اون متغیر رو، اوکی، اسم متغیر رو با اس، یعنی جمع جمعن چون چند تا چیزن داخل، اینو جدا کنید. بعضا تو برنامه‌نویسی در آینده مثلا یه کلاسی میسازید که توش چند تا مشخصه داره، چند تا تابع داره، چند تا مقدار داره، متغیر داره. این متغیرهاشو وقتی که از اون کلاس یه آرایه میسازید اون اس رو نذارید، اسامیتون قاطی میشه. پس آرایه ها اون چیزایی که جمعی بندی این دیکشنری ها هرچی که هست سعی کنید با اس جدا کنید. الان ببینید من مشخصا اگه بگم کوئسشن، چون چند تا الان سوال دارم میریزم توی یه دونه متغیر، خب مقدارش هم آرایه است، چون دارم میریزم توی متغیر، خب عملا خیلی جالب نمیاد چون این الان سینگله، یه چیز واحده، ولی وقتی اسکی میذارم یعنی چند تا چیز توشه. این هم یه استاندارد، یک سعی کنید رعایتش کنید. خب ور کوئسشنز، حالا چند تا سوال رو به صورت انگلیسی اضافه میکنم. What is the best place for مثلا سیساید؟ The best country go to مثلا vacation. حالا اگر دیکتایش هم درست نیست دیگه ببخشید، این نمیخوام الان وقت رو بزنم برای چک کردن دیکتیشنش. بعد When should I go today? What should I do after I came to home
What is best sport مثلا how come should be a car میدونم اینجوری مثلا دیگه زدیم به سمت خودروها خب همین تعداد کافیه ببینید به محض اینکه من یه آرایه میسازم یه سری توابع بهش اضافه میشه الان ببینید من مثلا question رو بزنم مقادیر بیام داخل این تابه یعنی کوشنی که بزنم یه نقطه بزنم به توابع آرایهیش دست پیدا میکنم یه سری توابع هستش که زبون برنامه‌نویسی سویفت اضافه میکنه این خاصیت های آرایه ها هستش در واقع در برنامه‌نویسی سویفت یه خاصیت خیلی مهمی داره اونم کانت انشالله همینجا ازش استفاده میکنم خب پس من الان سوالامو ساختم اینجا یه مقدارم به نام ایندکس میسازم مقدار اولیش میزنم صفر تو تابع view did load ببینید اینجا چند تا تابع داریم بذارید تابع رو من پاکش کنم بلند بکنم یه view did load داریم همونجا که از اسمش مشخصه زمانی که این view یعنی view controller ما load میشه این تابع احضار میشه یه دونه هم تابع داریم view did appear اینجا باشه پیداش کنم پر این هم زمانی که ویومون ظاهر میشه در واقع احضار میشه ببینید موقع لود شدن موقع ظاهر شدن فلسفهاش فرق میکنه خب بعضا نیازه که شما امکاناتی که واسه برنامهتون دارید و داخل این تابه بذارید وقتی که به محض اینکه میخواید برنامهتون اجرا بشه انجام بشه یا بعضا من اینجا بذارید اینی که با توجه به نوع برنامه‌نویسی و شناختی که از این کدها دارید و توابع دارید مشخصا برخورد خواهید کرد و حتما اجراش میکنید من واسه این که در واقع برنامه به محض اینکه لود شه یه دونه به ایندکس هم اضافه بشه و اون لیبل من اولین سوال رو نشون بده من میام در واقع اون لیبل رو با اون سوال اولش سوال اول questions مقدار سوال اول questions میزم تو اون لیبلم به چه صورت؟ به این صورت question label dot text یعنی مقدار تکستشو برابر کن با questions index حالا من برنامه رو لودش بکنم اولین سوال رو این لیبل من میفته خب اجازه بدید یه بار برنامه رو ران کنیم همینجور که برنامه رو می‌نویسید به تواتر برنامه‌تون رو ران کنید و از ایرادها و مشکلاتی که احتمالاً در اون مرحله از برنامه‌نویسیتون هست با خبر بشید که در آینده برنامه رو کدها رو پشت سر هم نوشتید به مشکلی بر نخورید به موقع بتونید در واقع ردیابی کنید ببینید مسائل و مشکلاتتون چیا خواهد بود خب ببینید اولین سوال من اینجا وارد شده الان دقت بکنید next question من کاری نمیتونه انجام بده چیزی نداره هیچ عملیاتی نمیتونه انجام بده در صورتی که من میخوام وقتی این next question رو میزنم وارد در واقع سوال بعدی بشه چون چند تا لغت اسلاتی خب حالا واسه این که ببینید اونجایی که دقت کنید من کلیک کردم کلیک وقتی میکنم یعنی دارم یه اکشنی انجام میدم دیگه یعنی حالا شما الان اینجا کلیک داریم شما زمانی که گوشی دستتون رو تاچ میکنید یه اکشن دارید انجام میدید حالا بعد اون اکشن واسه برنامه اضافه کنم واسه دکمه دوباره دکمه کنترل و کیبورد میگیرم کلیک چپ موس رو فشار میدم همینجوری در این حالت که هر دو تا رو نگه داشتم میام در واقع این پایین کلیک رو ول میکنم و نوع تابه رو مشخص میکنم ببین الان واسه شما دکمه اکشن داریم
اکشن انتخاب میکنه. چرا؟ چون میخواد یه عملیاتی انجام بده، دکمتون میخواد یه اکشن انجام بده، یه فعالیت انجام بده. نیمش هم میذارم نیکست. ببین دقت کنه نامگذاری و نیکست کوئسشن تپ. یعنی که وقتی اینو فشار میدم دکمه نیکست کوئسشن، این اتفاقا واسش میفته. بقیه موارد ایونت ها رو دقت کنید، چند تا ایونت داره. این تاچ اپ اینسایت واسه ما مهمه، چون وقتی که تاچ میکنید در واقع این اتفاق میفته. حالا موارد دیگه هستش که به هر حال به فراخور، یعنی ایونت ها اون رویداد هایی که هستن به فراخور برنامه‌نویسیتون ازش استفاده خواهید کرد. آرگومنت هم حالا میتونه هم یو آی ببخشید این سندرش، همون در واقع فرستندش مشخص میکنه، این در واقع مشخص میکنه که فرستنده ما از اکشن به چه صورت خواهد. کانکت رو میزنیم. این هم یه مورد دیگه توی برنامه نویسی دقت بکنید. ببین اکشن ها رو سعی کنید انتهای کد هاتون وارد کنید، اون فانکشن ها یا توابعی که خودتون میسازید و بالای اکشن ها، اکشن هاتون هم انتهای برنامه تون ایجاد بکنید. خب من میخوام در واقع زمانی که نیکس رو میزنم، درسته، کوئسشن من این آرای من همینجوری رو لیبل نمایان شه، درسته. باید چی کار کنم؟ این تاب این ایندکس رو با چی ساختم؟ یه شمارنده ساختم خب، که زمانی که چون الان صفره دیگه، درسته، من اینو یکش بکنم، این به در اندیس یک این در واقع آرای من دسترسی خواهد پیدا خواهد کرد. ببین الان من الان از اینجا تا اینجا تا زمانی که این ویرگول رو اضافه کنم کاما رو، اندیس صفرمه. اندیس ها هم که تو زمانهای برنامه‌نویسی از صفر شروع میشه. حالا اگه آموزش ها قبلی من دقت کرده باشید، مشاهده کرده باشید اونجا توضیح دادم. این از در واقع یک شروع شده، ببخشید از صفر شروع میشه، یک میشه، دو میشه، سه میشه، چهار میشه، پنج. به هر حال من واسه اینکه بتونم این اندیسا دسترسی پیدا کنم، باید یه شمارنده ایجاد کنم. ببین اگه دائما صفر باشه، من فقط همین یه سوال خواهم داشت. خب حالا ایندکس اینجا به کارم میاد. خب من به سوال اول اینجا دسترسی پیدا کردم، خب در زمانی که برنامه لود شد. همینجا میتونم بگم ایندکس منو خب برابر با یکش بکن، که تو لحظه این که دکمه رو میزنم، خب اونجا یعنی اندیس شماره یک، یعنی سوال دوم رو دیده باشم، دیگه بر نگردم به سوال صفرم. خب حالا چکش میکنم، برنامه رو ران میکنم ببینیم کار درست کردیم یا نه. خب تو اینجا می نویسم question ببخشید اینو بذاره سر و سامونه شدم مرتب بشه، question label dot text برابر باشد با questions index. اوکی. این زیرم معرفی میکنم ایندکس من یکی اضافه بشه، یعنی هر زمان که من دکمه رو فشار میدم یه دونه به ایندکس هم اضافه بشه. دفعه بعد که فشار میدم اون یه دونه اضافه شده هم میفته تو این. ببینید الان فرضاً من برنامه رو اجرا میکنم، این ایندکس پلاس مساوی با این یک، یعنی همین. ببینید این هیچ فرقی با این نداره، میتونم این کارو کنم. ایندکس پلاس 1 این همونه، فقط واسه اینکه خلاصه نوشته بشه. خب ببینید الان ایندکس من لود شد، صفر بود دیگه، درسته. وقتی که صفر میشه، اندیس صفرم این آرایه کوئسشن من ریخته میشه توی این لیبل. من زمانی که نکست رو میزنم، خب زمانی که نکست رو میزنم، چون اینجا بعد از این عبارت من ایندکس رو یه دونه اضافه کردم و به محض اینکه دکمه رو زدم، اولم رسیدم به این عبارت دیگه، یعنی question label تا مساوی با question index. این ایندکس الان یک شد دیگه، در زمانی که در واقع این view controller من load شد، این عبارت یک شد. چرا؟ چون من اینجا تعریفش کردم. حالا الان سوال اول دارم، دفعه بعد یعنی دکمه رو که زدم، ایندکس من یه دونه بهش اضافه شد، الان ایندکس من دوه. بر میگرده برنامه دوباره عدد دو رو میکنه، یعنی سوال سوم میریزه توی در واقع لیبل من. الان میام تو وارد عدد چهارم میشم، پنجم،
ششم مثلا اینجوری. اوکی، این بی ام دبلیو سوال آخرم. حالا ببینیم بعد اینکه سوال آخر شد چه اتفاقی میفته. ببین برنامه کرش میکنه. چرا کرش میکنه؟ خدمتتون عرض میکنم. خیلی هم دیگه کرش شد. رفت وارد یه سری چیزای خب. خدمتتون عرض خواهم کرد که چرا کرش کرد. ببینید دلیلش مشخصه. این ایندکس همینجوری داره میره بالا دیگه. تا یه جایی رسیده خب که عدد ایندکس بیشتر از عدد اندیس های این آرایه شده. خب حالا من دقیقا نشمردم اینم اندیس هاش چقدر هستش. میتونم همینجا یه عبارتی بنویسم پرینت کن ایندکس رو که دقیقا بدونم اندیس ها به چه صورت خواهد بود. حالا میتونم قبل از این بذارم که بتونیم دسترسی پیدا کرده باشیم به ایندکس. حالا indexes درسته ایندکس رو بذارم و همچنین ببینم که اندیس در واقع question من چند هستش. پرینت کن index of باش من اینو باید داخل کوتیشن ها بذارم که of question. questions dot count. اوکی خب برنامه رو اجرا میکنم. ببین الان اندیس ما یک هست. اندیس در واقع کوئسشن ما 8 هستش. اوکی اندیس ما چرا یک هست؟ ببین الان هنوز وارد اکشن نه. ببینید وارد اکشن شده ولی یه دونه بهش اضافه نشده تو اکشن. در صورتی که قبلا من توی در واقع تابه ویو دید لود این یه دونه اضافه کرده بودم. پس استارتش از 1 میخوره. نکس رو که بزنم الان اندیس ما 2 میشه در صورتی که اندیس کوشن ما 8 هستش. 3 4 5 6 7 8. ببینید اینجا کرش میکنه. الان اندیس ما 8 است. درسته اندیس کوشن ما 8 است ولی عملا عدد اندیس باید 7 باشه که برسه به اندیس 8. چرا؟ چون از 0 شروع میشه دیگه. پس وقتی که 8 میشه یعنی که یه دونه بیشتر از اندیس کوشن ما رفته بالا و در واقع برنامه کرش میکنه. حالا چطوری میتونیم جلوی این اتفاقو بگیریم؟ راه حلش اینه که یه شرطی بذاریم زمانی که این عدد برسه به بالای در واقع 7 ما جلوشو بگیریم. پس قبل اینکه هر سری این اتفاق میفته ما یه دونه شرط بذاریم میتونیم این در واقع قضیه رو جلوگیری بکنیم ازش. به چه صورت؟ یه شرط میذاریم که اگر اندیس ما خب بزرگتر مساویه questions dot count بشه، یعنی تعداد اندیس های آرایه کوشنمون بشه، خب شما ریترن کن. ریترن یعنی برگرد، حالا هر جا که دوست داشت مهم نیست، یعنی دیگه از اینجا بعد انجام نده. خب دوباره اینو چکش میکنیم. next question تا اینجا همه چی درست. اینم سوال آخره. اوکی وقتی که میزنم نکست رو دیگه چه اتفاقی؟ برنامه کرش نمیکنه. چرا؟ چون اومدم اینجا جلوشو گرفتم دیگه. گفتم که اندیس وقتی که بیشتر یا مساوی کوشن دات کانت به شما برگرد. چرا میگم بیشتر مساوی؟
چون اینجا ثابت شد که وقتی عدد اندیس ما با اندیس آرای کوشنمون برابر باشه برنامه کرش میکنه. پس دیگه نمیذارم هم اصلا مساوی باشه. وقتی که مساوی بشه دیگه حالا بزرگترش هم میذارم که دیگه در واقع بعد از اونم هر عددی باشه هیچ اتفاقی نیفته. حتی میتونم اینجا یه پیام واسه یه کاربر ایجاد بکنم. یه پیام ایجاد بکنم که زمانی که عدد اندیس رسید یه اتفاقی بیفته، یه پیامی به من بده به ای که این در واقع سوالای من تموم شد. به چه صورت؟ در برنامه سی آی او اس پیغام ها یا اختارها هرچی که هست از طریق دوتا تابع یو آی آلرت کنترولر و یو آی اکشن کنترولر یو آی آلرت کنترولر و یو آی آلرت اکشن به وجود میاد. یعنی که آلرت کنترلر ما یه ویو هست، یه ویو کنترلر هست که یه اکشنی بهش اضافه میشه و اون اتفاق پیغام به وجود میاد، رقم زده میشه. به چه صورت حالا باید پیغام رو بسازیم؟ به این صورت یه ثابت ایجاد میکنیم به نام آلرت کنترلر از کلاس یو آی آلرت کنترلر، پرانتز رو بکنم توابعش میاد. اون گزینه تایتلش رو انتخاب میکنم. تایتل اون پیغام شما باید چی باشه؟ اینجا مشخص میشه. میزنم نوتیس. حروف بزرگ میزنم، فرق نمیکنه. مسیجش به چه صورت باشه؟ پیغامی که میخواد بده چی هست؟ مثلا بگه our question. Questions are over. مثلا please try not to press یا مثلا tap next question button. این همون پیغامی که نمایش داده میشه. پریفرد استایلش چی باشه؟ یه دکیه در واقع نقطه رو که بزنید اون توابع این قسمت پریفرد استایلتون میاد. گزینه آلرت رو انتخاب کنید. آلرت همون پیغامی خواهد بود. اکشن شیت اون پیغامایی هستن که از زیر در واقع صفحه آیکونتون میان بالا. معمولا وقتی میخواد یه مطلب چیزی شیر کنید اونها اکشن شیت هستن که میان از پایین میان بالا. آلرت رو انتخاب کنید. خب ما آلرت کنترلرمون رو ساختیم، یه اکشن هم باید بسازیم. آلرت اکشن یو آی آلرت اکشن رو انتخاب کنیم. گزینه تایتلش، حالا اکشن ما میخوایم چه گزینه های اوکی، نات اوکی، کنسل، هرچی که داشته باشین اینجا مشخص میکنیم. استایلش هم کنسل. کنسل میگه که وقتی که منظورش اینه که وقتی اوکی زدی دیگه پیغام بره. اوکی. هندلرش هم نیل، یعنی همون پوچ خالی، نمیخوام عملیاتی توش انجام بشه. ببینید این هندلر یه گزینه ای هست که زمانی که بخواید بعد این چون دکمه رو میزنید یه اتفاق بیفته، بعد اون اتفاقات رو تو قسمت هندلر بنویسید. اونجا نمیخوام اتفاق بیفته، فقط میخوام بگیم اوکی دیدیم، یه دکمه رو نمیزنیم. حالا ما اکشن و الرت کنترلرمون دو تا قسمت مجزا، ما حالا باید اکشن رو به کنترلرمون اضافه کنیم. به چه طریق؟ به این صورت الرت کنترلر دار اد اکشن. خب اون اکشنی که اون داخل پرانتز گذاشته میشه چیه؟ همین الرت اکشنی که ما ساختیم. خب تا اینجا هم اضافه شد، یعنی الان یه دونه پیغام ساخته شده. ولی چیزی باید نمایش داده بشه به این سر، به این طریق. پرزنت یه تابعی هستش که پیام ها رو در واقع نمایش داده میشه. حالا چون داخل یه تابع هست میتونم سلف داد پرزنت رو بذارم. خب یو آی ویو کنترلر و هرچی که هست، همونجور که اول توضیح دادم در واقع آلرت کنترل ما یه ویو کنترلر هست. خب
از طریق تابع پرزنت میخوایم نمایشش بدیم، تو اون قسمت UI یو کنترلر تایپ میکنیم alert controller animated، یعنی به صورت انیمیشن نشون داده بشه یا نه، بله، و کامپلیشنش هم نیل. اوکی، پس تا اینجا این پیغام هم ساخته شد. برنامه رو من رام میکنم ببینیم اتفاقی که خواهد افتاد. خب چند تا سوال داریم. اوکی. Next question. و دست آخر این پیغام. Notice. Our question is are over. Please try not to tap. Next question button. خیلی هم فکرم ناراحته. دیگه نفش. خب شما این اوکی بزنید. هرچی این اوکی رو بزنید. Next question رو بزنید. پیغام داده میشه. حالا بعدا میتونید مثلا با توجه به خلاقیتی که هست، حالا زمانی که اوکی رو میزنید دیگه نیکست کوشن فعال نشه که هی بخواید بزنیدش. یعنی اگه زدین پیغام ناراحت تر باشه، احتمالا نیکست کوشن رو هم در واقع میتونه غیر فعالش کنه. حتی یه جوری برنامه بنویسید که بعد از اینکه سه بار این پیغام رو نشون داد، دفعه سوم بیاد بگه دیگه شما سه بار تموم شد، اصلا دیگه این چونه من این کنترل ها و لیبل ها دیگه نمایش داده نشه. این اتفاقات میتونه باشه بیفته. یه باید با توجه به اینکه چه خلاقیتی میشه تو برنامه سی بخرج. خب اوکی، تو این برنامه ببینید شما با ساختن آرایه آشنا شدید، در واقع چیزایی که یاد گرفتید، نحوه ساختن یه پیغام رو یاد گرفتید. اوکی، با شرط ها توی برنامه سی آیویس یا سویفت آشنا شدید. خب گزینه پرینت رو یاد گرفتید که چجوری در هنگام نوشتن برنامه آیویس بتونید این گزینه استفاده کنید و اون مقادیر خودتون رو ترک بکنید. ترک یعنی که ردیابی کنید. مثلا یه جایی به عددی شک دادین، پرینت رو که میزنید مینویسید، توی دیباگریاتون میتونید رقم ها عدد هاتون رو چک بکنید. این خودش یه جور مثلا دیباگه. میتونید در واقع با توجه با استفاده از این گزینه پرینت به این مقادیر دسترسی پیدا کنید. آشنا شدید با یه سری خلاصه نویسی ها، مثلا ایندکس پلاس مساوی مثلا یک، و ویو دید لود و ویو ویل اپیر رو آشنا شدید، نحوه طراحی در واقع، حالا طراحی خیلی نمیشه ببخشید، طراحی خیلی نمیشه بهش گفت، ولی به هر حال یو آی دیزاین که صحبتش میشه اینجا در واقع به این صورت خواهد بود که باید بنویسید در واقع طراحی کنید و بعد ارتباطش با برنامه‌تون رو در واقع به چه صورت خواهد بود. نحوه ارتباط اوتلت ها، اکشن ها به کدتون رو یاد گرفتید. خیلی نکات آموزشی زیادی تو این برنامه بود که انشالله امیدوارم بعد از چند بار دیدن و تمرین کردن، حتی با توجه به این آموزش هایی که همین امروز تو این اولین برنامه خدمتتون ارائه دادم، میتونید برنامه مشابه زیادی بنویسید، یه مقدار خلاقیت به خرج بدید و نکات آموزشی رو استفاده کنید. بسیار برنامه کاربردی هستش و اینکه میتونید تو قسمت مین استوری بوردتون از رنگ ها و اون در واقع خلاقیتی خودتون تو طراحی دارید استفاده کنید و رنگ هایی که به نظرتون زیباتر هست رو انتخاب بکنید و ازش استفاده بکنید. امیدوارم که این آموزش در واقع مثمر ثمر بوده باشه. خواهش میکنم که ویدیو ما رو ببینید. اگر نظری دارید، پیشنهاد و انتقادی دارید، حتما در زیر این ویدیوها به صورت کامنت بذارید. ویدیو ما هم در یوتیوب هست، هم در آپارات آپلود میشه. با ما همراه باشید. با آموزش‌های بعدی سعی میکنم نکات کاربردی بیشتری به شما آموزش بدم، مباحث خیلی کاربردی‌تر، و اینکه با تمرینی که استاد میشید. و خیلی ممنون و موفق باشید.